وطندارای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح کت شما باشه در هر جایی که هستین. خدا را شکر میکنیم بر یک روز دیگه، یک موقع دیگه که او بر ما عطا کرده. برادرتان یک دو نیم هفته بسیار زیاد مریض بودم، سرماخوردگی داشتم، برانکایتس داشتم، و اما خدا را برای هر حالتش شکر میکنم. بعضی وقتا ما زیاد کار میکنیم، همیشه باید بالای کار باشیم، اما خداوند خادم خود مرض را میفرسته، میگه که آرام باش، و خداوند ما را آرامش میده. و در این دوران خدا را شکر میکنیم که تانستیم که برادرها و خواهرای بسیار زیادی صحبت کنیم کتشان. و ما در دنیای گناه قرار داریم، در دنیای قرار داریم که ایجا امراض است، مشکلات است و در بدری است و مهاجرت است و اینطور چیز است. تمامیش از خاطر عزیز که ما در دنیای گناه قرار داریم، چی مسیحی چی غیر مسیحی، همه امور قمی که کلام خدا برای ما بسیار واضح میکنه. در انجیل مقدس متا میگه باران خدا بالای بدان و نیکان یکسان میبارد و آفتاب خدا بر بدان و نیکان یکسان میتابد. پس هیچ کدام ما از این چیزات ها گور تا زمانی که عیسی مسیح بیاید و یا تا زمانی که ما نمریم، جهان ترک نگوییم، ما در زیر از این امراض و مشکلات هستیم. و اما جالب در اینجاست که کسی که مؤمن و یا مؤمن عیسی مسیح است، در هر حالت باید خوش باشه، چون ما آینده ما تضمین است. آینده ما رو ما میفهمیم که در آسمان خداوند حتما هستیم. داود بسیار واضح میکنه در زبور شریف، میگه گرچه از وادی سایه موت بگذرم، از هیچ بدی نمیترسم، زیرا عصای دستی تو، چوب دستی تو مرا تسلی میده. ما تسلی ما از جانب خداست، حتی اگر ما در مشکل مثل وادی سایه موت هم باشیم، چون در آخر زبور او برای ما بسیار واضح میکنه، میگه که نیکویی و رحمت تو همیشه از پشت من میآید و بالاخره مدخانه یهوا قدم میگذارم و در اوجه تا ابد میمانم. ایس وعده مقدس خداوند. ما دعا میکنیم امروز که خداوند ما را برکت بده. وقت کلامش میشنویم، از خادمینش میشنویم، و در دعا باشین که خدا زندگی شما را لمس بکنه، آواز خدا در قلبتان بیاید، کلام خدا در قلبتان نوشته شود و جایگزین شود. این بسیار مهم است برای ما. ای خداوند عزیز، شکر میکنیم بر از این وقت، بر از این روز، شکر میکنیم که تو خداوند هستی و تو هر چیز در کنترل خود داری. خدایا دعا میکنیم که تو وطندارای عزیز ما را در هر جایی که هستن خدایا برکت بده، برکت عیسی مسیح را بده، برکت نجات عیسی مسیح را بده. ای خداوند عزیز، بگذار ای روح مقدس خدا، بگذار که روح تو ای خداوند در قلبهای مردم کار کنه. ای خداوند پدر آسمانی ما، کمک فرما ما را به نام مقدس خداوند و منجی بشر عیسی مسیح. آمین آمین. امروز در بخش اولی برنامه خواهر عزیز ما زهرا جان که قبلا در این برنامه تشریف آوردن، از کلام خدا چند چیزهایی دارن که میخواین قلب خدا بخش بکنن، و بعد از او از برادر عزیزم نور آقا جان و برادر یوسف افند از کلام خدا میشنیم. خواهر زهرا خسته نباشین، خدا شما را برکت میده. وقت شماست خواهر عزیزم، بفرمایین خداوند در قلب شما چی گذاشته. سلام عرض میکنم به تمام فارسی زبانای عزیز در هر کجا این دنیا هستن، و سلام عرض میکنم به شما کشیش اندریاز، خداوند به شما برکت بده. تشکر خواهر عزیزم. ممنون از شما. من امروز میخوام از نامه یعقوب بخونم برای شما، و به این وقتی که خدا مشکلاتی تو زندگی ما هستش، ما همیشه میگیم که آره چرا خدا این مشکل رو به ما داده. همیشه باید بگیم که خدایا چطور این مشکل رو حل کنیم. من از این نامه یعقوب 1 در رابطه با شادی در سختی ها براتون از کتاب مقدس میخونم.
برادران عزیز، وقتی مشکلات و آزمایش های سخت از هر سو بر شما هجوم می آورند، بسیار شاد باشید، زیرا در آزمایش و سختی هاست که صبر تحملتان بیشتر می شود. پس بگذارید صبرتان فزونی یابد و نکوشید از زیر بار مشکلات شانه خالی کنید، زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید، افرادی کامل و بالغ خواهید شد و به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت. اما اگر کسی از شما طالب حکمت و فهم برای اراده و خواست خداست، باید دعا کند و آن را از خدا بخواهد، زیرا خدا خرد و حکمت را به هر که از او درخواست کند سخاوتمندانه عطا می فرماید بدون اینکه او را سرزنش کن نماید. اما وقتی از او درخواست می کنیم، شک به خود را ندهید، بلکه یقین داشته باشید که خدا جواب دعایتان را خواهد داد، زیرا کسی که شک می کند مانند موجی است در دریا که در اثر وزش باد به این سو آن سو رانده می شود. چنین شخصی هرگز نمی تواند تصمیم قاطعی بگیرد. پس اگر با ایمان دعا نکنید، انتظار پاسخ از خدا نداشته باشید. دوباره از نامه یعقوب می خونم براتون. صبر در زحمات، از یعقوب 5 آیه 7. و اما شما ای برادران عزیز که برای بازگشت خداوند عیسی مسیح روز شماری می کنید، صبر داشته باشید و مانند کشاورزی باشید که تا پاییز برای برداشت محصول پرارزش خود صبر می کند. پس شما نیز صبر داشته باشید و یقین بدارید که خداوند به زودی باز خواهد گشت. ای برادران، وقتی در مشکلات گرفتار می شوید، دیگران را مقصر ندانید و از ایشان شکایت نکنید تا خداوند نیز شما را محکوم نکند، زیرا او به زودی داوری عادلانه خود را آغاز خواهد کرد. صبر و بردباری را از انبیای خداوند بیاموزید. همه آنهایی که در زندگی صبر و تحمل داشتند خوشبخت شدند. ایوب یک نمونه از افرادی است که با وجود مشکلات و مصائب فراوان صبر ایمان خود را از دست نداد و خداوند نیز در آخر او را کامیاب ساخت، زیرا خداوند بسیار رحیم و مهربان است. خود خداوند گفته وقتی شما مشکلات دارید و در دعا کنی و خواسته هاتون رو تو دعا از من بخواین، که در این رابطه من از متی 8 براتون میخونم آیه 7 گفته بجویید تا بیابید، بخواهید تا به شما داده شود، بجویید تا بیابید، در بزنید تا در بر روی شما باز شود، زیرا هر که چیزی بخواهد به دست خواهد آورد و هر که بجوید خواهد یافت. کافی است که در بزنید، در بر رویتان باز می شود. اگر کودکی از پدرش نان بخواهد، آیا پدرش به او سنگ می دهد؟ اگر از او مار به ماهی بخواهد، آیا به او مار می دهد؟ پس شما که اینقدر سنگ دل و گناهکار هستید، به فرزندانتان چیزهای خوب می دهید، چقدر بیشتر پدر آسمانیتان برکات خود را به شما خواهد بخشید اگر از او بخواهید. در رابطه با همین میام از در مورد دعا که خداوند گفته در فیلیپیان 4 براتون میخونم از آیه 6. وقتی که ما مشکل داریم، خداوند گفته برای هیچ چیز غصه نخورید، در عوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید. و فراموش نکنید برای جواب دعاهاتون از او تشکر نمایید. اگر چنین کنید، از آرامش خداوند بهره‌مند خواهی شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید راحتی و آسایش خواهد بخشید. آمین. میخوام بگم که به هموطنهای عزیزم، فارسی زبانهای عزیز، در هر کجای دنیا هستی، اگه مشکلات دارید، سختی دارید، در ترس و نگرانی و استرس هستید، بیمار هستید، در بستر بیماری هستید، قلبتون رو به خداوند عیسی مسیح بسپارید، از او بخواید که قلبتون رو لمس کنه و در مشکلاتون براتون باز
باز کنه. امید داشته باشیم. خود خداوند گفته که همیشه دعا کنید و ما مسیحیان باید دعا کنیم و از خداوند بخوایم که قلبمون رو لمس کنه که بتونیم کلام خداوند رو در هر کجای این کره زمین هستیم بتونیم بشارت بدیم که خداوند عیسی مسیح روزی خواهد آمد، به شرطی که ایمان داشته باشیم و امید داشته باشیم و صبور باشیم، چون خود خداوند گفته اگه صبور باشین نجات شامل حال شما خواهد شد، همچنان که در نامه یعقوب براتون خوندم که خود نمونش همون ایوب بود، با اینکه مشکلات زیادی داشت اما چون به خداوند ایمان داشت نجات پیدا کرد. در پناه خداوند عیسی مسیح باشید. آمین. آمین. بسیار تشکر خوارک عزیزم. خداوند شما را برکت بده. خداوند بسیار شما را برکت بده. واقعا کلام بسیار پر برکت بود و ما دعا میکنم که خداوند قلب های مردم لمس بکنه از طریق از این کلامی که شما آوردین. بازم بسیار تشکر. دوباره باز ملاقات میکنیم. خدا حافظتان فی الحال. خدا نگهدار. خداوند به شما برکت بده. تشکر. آمین. تشکر. خدا را شکر میکنیم. از علی رضا جان میشنویم از ایران زنگ زدن. علی رضا جان وطنداری عزیز ما، مانده نباشین، بفرمایین، لطف کنین. الو سلام برادر. سلام علیکم، بفرمایین رضا جان. قربان شما، خیلی ممنون برادر، بخواستم برام دعا کنید برای آزادی از اعتیاد. حتما دعا میکنیم علی رضا جان، حتما دعا میکنیم. و کدام چیز دیگه گفتنی دارین و تا قبل از اینکه دعا کنیم؟ نه، من فقط میخوام میگم قبلا من تاج بودم، بعد متاسفانه یه سری مسائل برام پیش اومد، مسائل خانوادگی و طلاق و این چیزا برام پیش اومد. آخ. بعد به خاطر همین از ناراحتی شدید و فلان و اینا لغزش به مواد مخدر کردم. بله حتما. بعد الان هر کاری میکنم آزاد نمیشم. خواستم هی خداوند یک کاری بکنه که این لذتش از من گرفته بشه، وسواسش از من گرفته بشه. حتما دعا میکنیم، حتما دعا میکنیم. خواهر ما زهرا جان هنوز هم روی خط هستن، ما ازشان خواهش میکنیم که برای برادر علی رضا دعا کنن. ایشان مشکل اعتیاد دارن و مشکلات زیاد در خانواده برشان آمده، شاید چنیده باشین آوازشان، و اما مشکلات زیاد آمده، طلاق و این چیزها، و اما برشان لطف کرده دعا بکنین. لطف کنین، دعا کنین خواهر زهرا. الو خواهر زهرا، میشنوین صدای ما را؟ بله، رو ایر دعا کنم. بله، برای علی رضا دعا کنین. بله. خداوند عیسی مسیح، فرزندت علی رضا رو به حضورت میاریم. خداوند تو قلبش رو لمس کنه. خداوند مشکلات تو، مشکلات علیرضا رو به حضورت میاره. ای خداوند عیسی مسیح، تو خدای نجات دهنده، تو خدای امیدی، تو خدای زنده هستی، تو صدای ما رو میشنوی. خداوند از تو میخوایم که مشکلات این فرزند رو حل کنی. خداوند این فرزندت رو به حضورت میاره. ای خداوند قلبش رو لمس کن، این مشکل اعتیاد رو از جسمش بکن. ای خداوند چون تو خدای نجات دهنده هستی، ای خداوند عیسی مسیح، از تو میخوام به علیرضا، به کسایی که مثل علیرضا این مشکل رو دارن، ای خداوند تو اینا رو لمس کن. خداوند با حضور خودت، با روح القدس، ای خداوند قلبشون رو خداوند لمس کن، این اعتیاد رو، این مریضی رو از وجود این فرزندان، ای خداوند بکن، فرزندان صالح تو بشن، بتونن کلام نجات بخش تو رو، ای خداوند در همه جا، در هر کجایی هستن، ای خداوند اشارت بدن. ای خداوند علیرضا رو به حضور تو میارم. ای خداوند نجاتت بده. ای خداوند همچنان که تو ما رو نجات دادی، خداوند تو با به خاطر گناهای ما، ای خداوند روی صلیب رفتی، به خداوند از تو میخوام که علیرضا این فرزند عزیزت رو، ای خداوند نجات بدی از این اعتیاد. آمین، در نام قدوس تو عیسی مسیح. آمین. آمین آمین. خدا رو شکر. برادر عزیزم نور آقا جان،
وطنداری عزیزم باز هم مانده نباشی و برادر افند شما مانده نباشین. خدا را شکر میکنم برای شما و برای وجود شما. خداوند در قلبتان چی گذاشته بفرمایین. وطندارای ما منتظر هستند که بشنون و ما امیدوار هستم که خداوند از طریق شما امروز بسیار را برکت میده. بفرمایین. الو، شکر میکنم برای شما و برای وجود شما. الو، برادر نور آقا، برادر نور آقا، الو برادر نور آقا، سلام عرض میکنیم برای تمامی شنوندای عزیز و بینندای محترم، برای تمامی هموطنای گرامی خود. برادر نور آقا، بله بله، آواز ما رو میشنوید؟ خواهش میکنم پشت سرم او را خاموش کنین به خاطر که دوباره پخش میشه. الو، بله بله، بفرمایین برادر عزیزم. اگر تلویزیون دارین در پیش روی خود او را خاموش کنین. اگر مثلا آواز رو ببندیم خوش. الو، برادر عزیز، سلام عرض میکنیم. ببخشید ما آواز شما رو نمیتونیم بشنویم، ولی بر صورت خدا رو شکر میکنیم به این روز که به ما داد که واقعا از کلام خدا بخش کنیم. ما آواز شما رو نمیتونیم بشنویم، اما بازم میخواییم که پیام خداوند برسانیم. میخوایم از انجیل یوحنا امروز برای دوستای خود بخوانیم، درست است؟ بله بله، از انجیل یوحنا فصل اول، یک موضوعی که بسیار بسیار با اهمیت است در کتاب مقدس، خصوصا در انجیل شریف که در مورد کلام صحبت شده، کلام زندگی. در اینجا نوشته شده که در ازل کلام بود، کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود. از ازل کلام با خدا بود، همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. زندگی از او به وجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. نور در تاریکی می درخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده است. باز در آیت 14 امی فصل اول انجیل یوحنا میخوانیم که میگه: پس آن کلام جسم گشته به شکل انسان در میان ما جای گرفت، جلالش را دیدیم، شکوه و جلال شایسته پسر یگانه پدر و پر از فیض و راستی. شهادت یحیی این بود که فریاد میزد و میگفت: این همان شخصی است که درباره او گفتم که بعد از من می آید، اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. از پوری او همه ما برخوردار شدیم، فیض بالای فیض، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. این خدا را شکر میکنیم به این کلام با قدرتش که عیسی مسیح در اینجا یوحنا باعث کلام خدا معرفی کرده. و همطور که تمامی ما شما دوستای عزیز میفهمیم که کلام در کتاب مقدس و کسایی که خدا پرست هستن، یکتا پرست هستن، میفهمن که خداوند دنیا را توسط کلام خود خلق کرد. یعنی کلام منبع خلقت است. این نه تنها ما در تورات در این مورد میخونیم که خداوند همی که میگه این همه چیز به وجود میاد، بلکه ما در کتاب زبور شریف
در فصل 33 آیت 6 میخوانیم که میگه خداوند عدالت و انصاف را دوست دارد، زمین از رحمت او پر است. به کلام خداوند آسمان ها آفریده شد و با یک کلمه ای که از او صادر شد آفتاب، مهتاب و ستارگان به وجود آمدند. آبهای بحر را در یک جا جمع کرد، آبهای عمیق را در مخزن ها ذخیره نمود. پس می‌بینیم که حتی در زبور شریف هم مزمور نویس در موردی که دنیا توسط کلام خدا خلق شده این صحبت میکنه و باز بعدا میگه که ای تمام روی زمین از خداوند بترسید و ای جمعی مردم جهان در حضور او با ترس و احترام بیایید، زیرا که خداوند گفت و شد، به امر او همه چیز برقرار گردید. دوستان عزیز، در اینجا میبینیم که در کتاب مقدس انجیل در مورد کلام خدا صحبت شده و در عهد عتیق در کتاب تورات در کتاب پیدایش هم میبینیم که خداوند دنیا را توسط کلام خود خلق کرده و در کتاب زبور را میبینیم. یعنی کلام بسیار چیزیست که مهم است. این منبع کلام، منبع پیام خداست بر ما انسان ها، بر مردمش و بر ما تمامی انسان ها. پس کلام بسیار چیز مهم است. از این خاطر ما باید که متوجه ازی باشیم که چطور این کلام را به دست بیاریم، بخوانیم، سرش غور کنیم تا پیام شیرین خدا را از طریق کلامش ما بشنویم و بخوانیم و بفهمیم. و همی پیام خداوند از طریق انبیا میشه بر ما رسیده، همونطور که ما بارها میخوانیم در کتاب انبیا، در کتاب مثلا اشیای نبی که میگه کلام خداوند به اشیای نبی رسید، خداوند میفرماید. این تماما بر ما نشان میده که یعنی خداوند از طریق کلام خود میخواد با ما صحبت کنه. آمین. از این خاطر کلام خدا بسیار مهم است که ما باید او را بخوانیم و بفهمیم. آمین. آمین. حتی در مزمور 119 هم در مورد کلام خدا بسیار زیاد گفته شده. امی مزمور 119 کاملا در مورد کلام خداست. بله. نور و تسلی در کلام خدا. بله بله. بله. آره، صدای من رو در دل خود نگه دارم. آقا جان، در کلام صدای من رو در دل نگاه می‌دارم که مبادا به تو گناه ورزم. صدای من برای شما میای علی؟ که خداوند تمام پلان ها، تمام راهنمایی ها، تمام وعده های خود از طریق کلام خود بر ما او رسانده. و ما در اینجا می‌بینیم که یوحنا عیسی مسیح من حیث کلام خدا معرفی میکنه. یعنی که در مجموع کتاب مقدس مکاشفه الهی است. درست است؟ و عیسی مسیح مکاشفه زنده خدا است که با این آمده، همونطور که ما در اینجا خواندیم که پس کلام جسم گشته به شکل انسان در میان ما جای گرفت و با ما صحبت کرد. اگر به طور مثال ما شما با زبان صحبت کنیم که یکی دیگه خدا نتونیم درک کنیم، ما هرگز نمیتونیم که یکی دیگه خدا بشناسیم. به این شکل خداوند کلام خود از طریق انبیا بر ما فرستاد تا او را بخوانیم. و چون که ما نتونستیم به اون شکل که کلام و احکام الهی امر میکرد زندگی خود را پیش ببریم و خداوند از ما راضی باشه و بتاریم که یک زندگی پاک و مقدس داشته باشیم مطابق احکام الهی پیش بریم. وطندار عزیز، ما مشکلات فنی داریم در اینجا، مشکلات تکنیکی داریم. متاسفانه صدای ما برای برادر نوراقا و برادر یوسف افن نمیره،
و اما برادر عزیز ما در مورد کلام خدا صحبت میکردن، در مورد که کلام خدا را ما باید بشنویم و بسیار اهمیت کلام خدا را ما در کلام خدا در مورد دو قسم کلام میشنویم، در مورد دو قسم کلام خدا میشنویم. یکی کلام نویشتاری خداوند که ما داریم که مثالش برادر عزیز ما زبور 119 میتکید، اوجا ما بسیار از کلام خدا واضح ای را میخوانیم که کلام تو برای پاهایم چراغ و برای راههایم نور است. و همچنین در اونمو زبور شریف ما میخوانیم که کلام خدا ما را از گناه نجات میده. وقتی ما کلام خدا را میخوانیم، وقتی که ما مرکز توجه خود کلام خدا را قرار میدیم و قلب خدا آماده میسازیم که کلام خدا در قلب ما کار بکنه، در زندگی ما کار بکنه، آیت 11 هم برای ما میگه کلام تو را در دل نگه میدارم که مبادا به تو گناه ورزم، مبادا به تو گناه ورزم. واقعا این تمام در مورد کلام خدا، احکام خدا، قوانین خدا گفته شده. این ما کلام نویشتاری خداوند میگیم که از کتاب پیدایش تا کتاب مکاشفه تماما کتاب کلام نویشتاری خداست. و کلام دوم عیسی مسیح است که کلام زنده خداست، کلام زنده خدا که او به صورت انسان، یعنی کلام خدا صورت انسان میگیره، به صورت انسان در میان ما میآید که ما او را به صورت عیسی مسیح میبینیم که خود خداوند هست. و به همین ترتیب برادر عزیز ما در مورد از این دو چیز ما فکر بسیار میبخشین، ما فکر میکنیم صحبت میکنن. و اما تا وقتی که درست میشه، رابطه ما درست میشه، ما میخوایم که عین چیزا برای شما بخونم. میگه در ازل کلام بود، کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود. از ازل کلام با خدا بود، همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. چیزی از چیزهایی که آفریده شده، هیچ چیزی از او آفریده نشد. اینجا بسیار واضح یک چیز کلام خدا بسیار واضح میکنه. در ازل کلام بود، کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود. کلام خود خدا بود. پس ما اینجا متوجه میشیم که کلام خدا از خود خداست و خدا کلام است. در اینجا ما میخوانیم از ازل کلام با خدا بود، همه چیز به وسیله او هستی یافت. مثل از اینکه در ابتدا خدا گفت، تکلم کرد و هر چیز هستی یافت. یوحنای رسول عین چیزی که در فصل اول کتاب پیدایش میشه، او را در ایجا برای ما به صورت کاملا قابل فهم میاره که اونمو کلام خدا که هر چیز در خلقت جور کرد، هر چیز او گفت و جور شد، اونمو کلام خدا جسم گشت، به صورت انسان عیسی مسیح به صورت انسان در میان ما آمد و ما جلال خدا را در عیسی مسیح دیدیم. برادر عزیزم نور آقا جان، آواز ما را میشنوین؟ بله میشنیم. بله لطف کنین بفرمایین. ما کمی فهماندم، یک کمی مشکلات تکنیکی داریم چون شما صدای مرا نمیشنویدیم. بله پس ببینیم که یعنی کتاب مقدس مکاشفه الهی است در مجموع که توسط انبیا و اشخاصی که خداوند برشان لیاقت از اینکه در کلام از او بر ما برسانه نوشته شده، ولی عیسی مسیح کلام مجسم شده خداست که در بین انسان ها آمد و زندگی کرد و با مردم صحبت کرد و با مردم گفت که خداوند اینا را دوست داره و ما را دوست داره و میخواهد که ما همیشه در حضور خداوند زندگی کنیم. ما در مورد یعنی بر مردم یهود کلام مجسم، امی که منشته از کلام مجسم گشت، بر مردم یهود غیر قابل قبول بود، یک نوع کفرگویی بود. اونا هرگز این را نمیتونستن قبول کنن چون که کلام خدا، امی که میگیم عیسی مسیح پسر یگانه خدا هست، اینجا در انجیل یوحنا خواندیم، همون کلام خداست. اینا میفهمیدن که اگر ما بگیم که کلام خدا جسم گشت، به این معناست که اون شخصی که جسمی که ما میبینیم یعنی عیسی مسیح، ادعای از این میشه که این فرزند خداست، چرا که در کلام ما تمام فهم و اراده و آنچه که در وجود ما هست ما او رو بیان میکنیم. و خداوند هم به این شکل خدای یکتا این عیسی مسیح مظهر ذات خداست. همونطور که ما در کلوسیان میخوانیم که میگه
مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و نخست‌زاده و برتر از همه مخلوقات، زیرا با وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، تخت ها، پادشاهان، حکمرانان و صاحبان قدرت آفریده شدند. بعد می‌بینیم که در اینجا ارزش کلام چقدر بالا است و کلام چقدر مهم است. به این صورت است که ما میگیم که عیسی مسیح کلام زنده خداست که او را بر ما، یعنی او را بر ما مجسم ساخته. آمین. و آمین. چقدر عالی که عیسی مسیح، یعنی ما نمیتونستیم که با خدا برسیم، ما نمیتونستیم با خدا تکلم کنیم، یعنی ما زبان خدا را نمیتونستیم بفهمیم. قوم اسرائیل خصوصا نتونستن که کلام خدا را بفهمن، ولی عیسی مسیح آمد و نمو کلام خدا در بین ما و خدا قرار گرفت. یعنی خود عیسی مسیح که خود خداوند است. آمین. و دویمه دیگه، وقتی که شما در مورد پسر خدا صحبت کردین، وقتی که وطندارای ما برای ما میگه، خصوصا وطندارای مسلمان ما برای ما میگه که شما مسیح را شرک میکنین، عیسی مسیح را بچه خدا میگین، وقتی که ما عیسی مسیح را میگیم پسر خداست، به این معنا نیست که خدا کدام خانمی ازدواج کرد و از او طفل به دنیا آمد و او را ما پسر خدا میگیم. مسئله روحانی است، مسئله معنوی است. افنجان، وقتی که ما در افغانستان میگیم که بچه کابل هستی، به این معنا نیست که کابل ما را زاییده، به این معنا است؟ زاده کابل هستم، یعنی کابل بوده. یک چیزی است که ما میگیم که بچه کابل هستی و بچه تهران هستی و بچه قندار هستی و بچه بامیان هستی. و ما اگر در او چیزایی را گفته میتونیم، اینجا بسیار واضح میکنه کلام خدا در مورد پسر خدا، بسیار واضح میکنه که خدا چرا عیسی مسیح را پسر خود میگه. به خاطر از این که اگر ما فصل اول و فصل دوم انجیل لوقا را میخوانیم، در اوجه کلام خدا بسیار واضح میکنه، وقتی که کلام خدا جسم میگرده، برای از او این نام داده میشه، فرزند حضرت اعلی، فرزند حضرت اعلی. چون تولد عیسی مسیح تولد مثل دیگه انسان‌آوری نبود که تولد طبیعی باشه، بلکه ما می‌بینیم که خدا یک باکره را، یک دختر پاک دامن، یک دختر باکره را توسط روح خود او را لمس می‌کنه و با قدرت روح خدا ما می‌بینیم که او حامله میشه و عیسی مسیح به دنیا میاید. از همین خاطر ما او را پسر خدا میگیم. در حقیقتش خداوند خالق و مالک کائنات خودش به صورت انسان جسم میگیره به خاطر دوستی خود. عفان جان بفرمایید این مورد. بله، همونطور که شما گفتین بسیار عالی صحبت کردین، عیسی مسیح وقتی که به دنیا آمد، مردم دنیا سر از او قضاوت جسمانی میکنن. بله. در حالی که کلمه خدا، حکم خدا، اما تو که تمام دنیا و همه چیز به وسیله کلام خدا آفریده شد آمد. بله. و عیسی مسیح به وسیله کلام خدا به دنیا آمد. بله، او خودش کلام، او خودش کلام خداست. او به قدرت، بله، او به دنیا بیاید. بله، او به قدرت کلام خدا به دنیا آمد و به قدرت روح خدا به دنیا آمد و تولد عیسی مسیح کاملا یک معجزه است، کاملا معجزه است که ما در اینجا در کلام مقدس خدا میخوانیم. و این به خاطر دوستی بسیار زیاد خدا نسبت به ما شده. ما لایق از این نبودیم، و اما خدا خواست که در زمان معین خود او عیسی مسیح را بفرسته، به همین ترتیب کلام خدا جسم گشت. با اجازهتان از صابری جان تلفن میگیریم، از ایران تلفن کردن. وطنداری عزیز ما، شما روی خط هستین، بسیار تشکر از تلفنتان، بفرمایین. هلو؟ هلو. سلام خواهر عزیز، بفرمایید. به خط روان هستم. بله، بفرمایید. خود معرفی کنین، چیزی گفتنی داشتین؟ بله، من صابری هستم. بله صابری جان، خواهر عزیز من، بفرمایید. بله، دعای ازدواج میخوام. برای چی دعا کنیم خواهریم؟ ازدواج. برای ازدواج دعا میکنیم، حتما دعا میکنیم. بله،
توی هفته دو تا خمسدن داشتن دیگه میان دیگه به نمیردن. ما صدایتان درست نشنیدم، اما حتما برتان دعا میکنیم. خداوند عزیز، بر ازی خواهر عزیز من دعا میکنیم. نیاز خدا پیش تو گذاشته. ای خداوند، ای خداوند عزیز، تو مهیا کننده هستی در وقت و زمان خدا. ای خداوند، بر ازی خواهر از ما، ای خداوند، چیزی که تو مورد نظر خود داری خداوند، به نام عیسی مسیح، به نام عیسی مسیح تو این بخشش برشان بده. به نام عیسی مسیح دعا را طلب استیم. آمین. از اشکان جان از ایران تلفن کرده، این تلفنشان را میگیریم. اشکان جان، مانده نباشین، وطن داری عزیزی ما روی خط هستین، بفرمایین. سلام میکنم خدمت شما برادر حسین. سلام برادر عزیزم، بفرمایین. خدا رو شکر برای وجودتون. من از ایران تماس میگیرم. من برنامه های شما رو نگاه میکنم و واقعا برکت میگیرم و برام جالب هست برنامه های شما، با اینکه من ایرانی هستم، ولی خب خیلی برکت گرفتم تا الان از برنامه های شما. خدا را شکر میکنیم. اشکان جان کلام خدا ایرانی و افغان نداره، ایرانی و افغان و آمریکایی و چینی و استرالیایی نداره. خدا تمامی انسان ها را خلق کرده. ای ما هستیم که یکی را ایرانی ساختیم، یکی را افغان ساختیم. خداوند ما را انسان ساخته و این مهم است. و ای که شما این برنامه را میبینین، بسیار بسیار خدا را شکر میکنیم. بله بفرمایید اشکان جان. آمین. درسته، بله. من 3 سال هست که خدا رو شکر تقریبا ایماندار هستم و نجات رو دریافت کردم و میخواستم که درخواست دعا داشته باشم. من 2 سال پیش کلیسا هم میرفتم، کلیسا خونگی بود، یه جمع دوستانه بود، میرفتیم و برکت میگرفتیم، ولی خب به دلیل مشکلاتی که پیش اومد و باعث شد که در حال کلیسای ما رو تعطیل کردم متاسفانه. من مجبور شدم باز کلیسای دیگه برم که حالا اونجا هم که یه 3-4 ماه اونجا بودم و استفاده می کردم، بعدم فهمیدم، یعنی از طریق تماشا کردن ماهواره و شبکه شما و خادمین عزیز دیگه، بعدم فهمیدم خب تعالیم درستی هم نداشتم کلیسا. مخواستم برام دعا کنید که یه کلیسای خوبی پیدا کنم. واقعا الان جز کلام خدا، کتاب مقدسی که دارم و جز ماهواره و شبکه هایی که نگاه میکنم که کلام مسیح رو بخش میکنم برای همه مردم، واقعا راه ارتباط من همین دوتاست. خواستم برام دعا کنید که در ایران بتونم یک کلیسای خوبی پیدا کنم. واقعا جوری شده که الان من حدود دارم میگم 2 سال هست که متاسفانه نتونستم کلیسا برم، یعنی کلیسای خوبی پیدا نکردم با این مشکلاتی که داشتم. بله. لطفا برام دعا کنید و برای همه عزیزانی که مشکل من رو دارن در دعا باشید. خیلی ممنونم. حتما اشکان جان، خداوند شما رو برکت بده. خداوند کمک کنه روزی بیاید که بخیر هم در ایران، هم در افغانستان، هم در تاجیکستان آزادی باشه که ما بتانیم هر کس به عقیده خود خدا را بپرستیم و هر کس اجازه بدیم که خود ما تلاش و جستجوی حقیقت بکنیم. اشکان جان و حتما برتان دعا میکنیم. خداوند شما را برکت بده. و از اینکه شما این برنامه ها را میبینید از طریق کانال محبت و یا از طریق کانال های دیگه مسیحی مثل کانال 107 و غیره، خدا را شکر میکنیم بر تمامی از این کانال ها که کلام خدا را بخش میکنه. و من شما را تشویق میکنم که این برنامه ها را ببینین، چون یگانه مقصد ما اشکان جان است که می کسایی که در جای های هستند که برشان مهیا نیست کلیسیا، مهیا نیست کلام خدا، بر ازا کلام خدا را برسانیم. خادمین خداوند میان کلام خدا را بخش میکنن و به همین ترتیب حتما برای شما دعا میکنیم. اشکان جان بسیار تشکر از تلفنتون. خیلی ممنونم، خدا رو شکر میکنم برای وجود شما و برای وجود شبکه محبت. از طرف من تشکر کنید از همکارانتون و کسانی که پشت دوربین هستن، کارشناسا. من واقعا همه تون رو دوست دارم. خیلی ممنونم. بسیار تشکر. خداوند شما رو برکت بده. و ما سلامتان بر کسایی که پشت دوربین هستن، those behind the cameras, this brother was sending greetings to you and saying thank you for serving the Lord. خدا را شکر میکنم. وطندارای عزیز ما شنیدن، مسیحا شنیدن و ما شما را حتما برتان دعا میکنیم. و ما از برادر عزیزم افنجان خواهش میکنم که بر برادر اشکان دعا بکنن که خداوند رشد روحانی بده از طریق زمین برنامه
برنامه ها. لطف کرده اگر برای برادر اشکان دعا کنین. خداوند پر شکوه و پر جلال نام مقدس تا گرامی می داریم. خداوند آده ای لحظه دعا می کنیم برای برادر اشکان. خداوند تو مشکلاتشان می دونی خداوند تو از عمق قلبشان آگاه هستی خداوند عزیز. خداوند تو آرزوهای دلشان رو برشان برآورده بساز تا اونا بتونن که در یک کلیسای برن و اونجا از کلام و پوری کلام خدا زندگی خدا اعمار بکنن خداوند و در جامعه تا باشه که مصدر خدمت خوبی بر خدا و بر جلال نام خدا شوند خداوند عزیز. خداوند توی برادر ما رو برکت بده، برکت روحانی و جسمانی بده خداوند عزیز. خداوند کمکش کن تا بتانه همونطور که به زبان خود یاد کردن خداوند عزیز بتانن که در عمل اونا بر خداوند خادم خداوند شوند و خدا را جستجو بکنن و از کلام خدا پر شوند و بر جلال نام خدا کار و زندگی بکنن، چون به نام فرزند عیسی مسیح دعا کردن. آمین آمین آمین. بفرمایید برادر عزیز من به ادامه صحبتهایتان بسیار میبخشین، من قطع کلامی کردم. من میخوایم که از کلامی که یوحنا به اینجا بر ما تشریح کردم و در مورد از او بخونم چند سطر را. نوشته شده که ما درباره کلام زندگی با شما می نویسیم، کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم. بله ما آن را دیده ایم و دستهای ما آن را لمس کرده است. آن زندگی ظاهر شد و ما آن را دیدیم، پس ما درباره آن شهادت می دهیم و از زندگی ابدی که با پدر بود و با ما شناسانیده شد شما را آگاه می سازیم. بله آنچه را که ما دیده و شنیده ایم به شما اعلام می کنیم. یوحنا عیسی مسیح را امروز زندگی میکرد و او را میگه ما با دستای خود لمس کردیم و با او بودیم و او را شناختیم و او را یحیی برای ما میشناساند. بسیار برادر عزیزم افن جان، شما بسیار درست گفتین. یحیی، کلمه یحیی و یوحنا هر دو تایش کاملا یک کلمه است، از کلمه یوحن از لسان یونانی گرفته شده. یحیی و یوحنا هر دو تایش درست است. و اما بسیاری وطندارای عزیز ما شاید فکر کنند که در مورد یحیی تعمید دهنده، کلمه یحیی تعمید دهنده و کلمه یحیی که خداوند انجیل توسطش بر ما داده و این رساله اول یوحنا داده، هر دویش دوش اشخاص هستند و اما نامشان یک است. هر دو تا رو یحیی گفته میتونین و یا یوحنا گفته میتونین. به خاطر یحیی زبان ما بود که بسیار خوب گفتین. یحیی دمی لازم فکر میکردم که بزرگترین پیغمبر را که خداوند انتخاب کرد و استفاده کرد بر جلال نام خود یحیی بود. آمین. که در بین تمام پیغمبرها از نظر ما بزرگترین و قویترین بوده. و عیسی مسیح من شون خدمات از اون میبینم که او خدمات را انجام داد که عیسی مسیح برای مردم قبلا معرفی میکرد. بله و عیسی مسیح خودش گفت که در بین انبیا، در بین انسان ها مثل یحیی آوری هیچ کسی بزرگ نبوده. عیسی مسیح خودش واضح ای را میگه. و اما او یحیی تعمیدگر است، یحیی تعمید دهنده است. این یحیی که در اینجا کلامش شما اینجا خواندین، این یحیی هم خداوند به ایم بزرگی از ایر داد که او رسول عیسی مسیح بود و کلام عیسی مسیح را برای ما توسط روح خدا آورد. بله بفرمایین. و اما تو که یوحنا گفت که ما او را با چشمای خود دیدیم و با دستای خود لمس کردیم. بله. اما عیسی مسیح گفت خوشا به حال کسایی که گفت شما خود در بین با ما بودین و مرا دیدین و شناختین. خوشا به حال کسایی که مرا ندیدن و به ما ایمان میارن و نجات حاصل میکنن.
روزی خوشی نصیب ماست. بله. این خوشی نصیب. و خداوند این خوشی را نصیب ما کرده که امی کلمه خدا که همیشه ما سر ازی فکر میکنم که ایمان مرا استوار نگاه میکنه. وقتی که ما به کائنات میبینم، وقتی که ما به سفر پیدایش میبینم که همه چیز به وسیله کلام خدا به وجود آمد، همه چیز از نیستی به هستی در آمد، امی کلام خدا در آمد در میان ما جا گرفت و در بعض فرزند خدا آمد و لقب فرزند خدا را به خود گرفت و خدا را برای ما معرفی کرد و شناختان و این سبب همیشه سبب قوت قلب ما، قوت ایمان ما میشه که ما به عیسی مسیح باید ایمان داشته باشیم و وقتی که من میخوایم که از عیسی مسیح پیروی بکنم میبینم که من چقدر ناتوان هستم، نمیتونم که گام در هر قدم ما او را پیروی بکنم و پیش برم. میبینم و اونجا برای من ثابت میشه قدرت عیسی مسیح که او چقدر قدرت داره که ما نمیتونیم که مثل زو گام برداریم و به طرف زو بریم، گرچه کوشش خودم میکنیم، کوشش میکنیم، ایمان ما میگه ما باید این کار را باید بکنیم و امین نجات را که خدا بر ما فراهم کرده به وسیله عیسی مسیح بر ما میگه که ما قدم به قدم او را پیروی باید بکنیم. اما وقتی که ما در خود ناتوانی احساس میکنیم او وقت بر ما معلوم میشه قدرت عیسی مسیح که ما مثل خدا شده نمیتونیم، اما باید او را پیروی بکنیم و قدم به قدم باید به طرف زود در حرکت باشیم و برکت بگیریم و مطابق کلامش رفتار بکنیم. آمین آمین. واقعا خداوند کلام خدا از همین خاطر برای ما میته. برادر ما غلام جان روی خط هستن کتی ما و چیزی گفتنی دارن. غلام جان مانده نباشی وطنداری عزیزم. هلو برادر غلام، فکر میکنم که آواز ما را نمیشنون. بفرمایین نور آقا جان، بفرمایین برادریم. بله، پس خدا رو شکر میکنیم که نه تنها کتاب مقدس که کلام نوشته شده خداست در دسترس ما قرار داره و دعا میکنیم که خداوند تمامی مردم ما را کمک کنه که کلام خدا را به دست بیارن، بلکه کلام زنده خدا که میتونه توسط روح خود در ما زندگی کنه، بله، ایرا هم بتونن اونا به دست بیارن و عیسی مسیح کلام زنده خداست که ما از طریق از او نه تنها نجات پیدا میکنیم بلکه همه روزه با خدا میتونیم با خدای پدر صحبت کنیم. اولین بار که من به عیسی مسیح ایمان آوردم واقعا امی انجیل یوحنا بود که زیاد سر من تاثیر کرد، چون که یوحنای رسول همونطور که برادر افن گفتن نزدیکترین کسی بود که همیشه برادر غلام ببخشین، برادر غلام لطفاً روی خط باشین، اینال شما رو میگیریم. خب یعنی به عیسی مسیح بسیار نزدیک بود که حتی در موردش گفته شده که حتی ضربان قلب عیسی مسیح را او میتونست بشنوه، به قلب مسیح نزدیک بود، از این خاطر او میفهمید که عیسی مسیح چی کسی است و او را کلام زندگی در انجیل یوحنا و همچنان در رساله خود به حیث کلام زندگی معرفی کرده. آمین آمین آمین. برادر غلام شما روی خط هستین، بفرمایین. سلام برادر، سلام خدمت شما و سلام خدمت همکارانتون و شبکه‌تان، سلام خدمت هموطنان ما که ما را میبینن و صدای ما را میشنون، سلام عرض میکنم. میخواستم برادر حسین، ما خودم در دانمارک از طریق تلفن برم یک تهدیدایم شدم، خلاصه من هیچ ترسی ندارم، خدا را شکر. میخواستم این جرأتتان، میخواستم این از کلام خدا رو میخواستم بخونم و صدای منم بشنون، حالا هر جایی که هر کی هستن. تصویرتان هم میبینم مردم. رومیان 12، بله، از آیه 14 تا 21 میخوام خدمت هموطنانم بخونم. بله.
کلام خدا میگه اگر کسی شما را به سبب مسیحی بودن مورد جفا و آزار قرار داد، او را نکنید، بلکه دعا کنید که خدا او را مورد لطف خود قرار دهد. اگر کسی شاد باشد با او شادی کنید، و اگر کسی غمگین باشد در غم او شریک شوید، همکاری نمایید، هیچ کاری را برای خود نمایی نکنید. سعی نکنید فقط با اشخاص بزرگ و مهم معاشرت کنید، بلکه در جمع اشخاص عادی نیز خوش باشید. هللویا. خود را از دیگران داناتر نشمارید. هرگز به عوض بدی نکنید. طوری رفتار کنید که همه بتوانند ببینند که شما در کنار در کارهایتان صادق و درستکار می باشید. هللویا. با هیچ کس جر و بحث نکنید، تا آنجا که ممکن است با مردم در صلح و صفا به سر ببرید. برادران عزیز، هرگز از کسی انتقام نگیرید. انتقام خود را به خداوند واگذار کنید، چون در کتاب آسمانی نوشته شده که مجازات انسانها از آن اوست. پس اگر دشمنت گرسنه باشد به او غذا بدی، و اگر تشنه باشد به او آب بدی، تا از کاری که کرده شرمگین و پشیمان شود. اجازه ندهید بدی بر شما چیره شود، بلکه با نیکی کردن بدی را مغلوب سازید. هللویا، هللویا. خدا را شکر میکنم برادر حسین، تشکر از اینکه برام وقت دادین. برکت خداوند با شما. خداوند شما را برکت بده برادر عزیزم، و این کلام شیرینه که آوردین. واقعا وقتی که مسیحیا در شکنجه هستند، و مسیحیا همیشه در شکنجه هستند، چون ما کلام مسیح را بخش میکنیم و شیطان نمیخواد که ما کلام مسیح را بخش بکنیم، پس شکنجه را بالای مسیحا میاره. فرق نداره از تهدیدها، فرق نداره از تمامی از این گفته انگلیسی زبانه که بولی که وا میکنن، و اما در مسیح ما پیروزی داریم، و هیچ کسی نمیتونه که ما را از محبت خداوند ما عیسی مسیح جدا بسازه، چون او با ما محبت کرده، در محبت او ما محفوظ هستیم. برادر غلام، خداوند شما را برکت بده. برکت خداوندم با شما. برادر حسین، این صدای ما را هموطنان ما میشنوند. این برادر ما زنگ میزنم برش جواب نمیده، من تا اسمس برای ما میفرسته، اسمس را آن میکنم و تهدید میکنم. من برش دعا میکنم، برش دعای خیر میکنم. بعدش حالا مشکلم نیست که بخاطر ما بتانم جان یک نفر نجات بیتم، و اگر ما را بکشم هیچ مشکل نیست، من حاضر هستم منو بکشم. من کاملا با شما متفق هستم. من هر روز تهدید میشم، هر روز، روزی نیست که من تهدید نگیرم. من در 24 25 سال زندگی مسیحی خود همیشه تهدید گرفتم. امسال من 50 ساله میشم، از نگاه جسمانی 50 ساله میشم، و 25 سال من زندگی مسیحی با مسیح داشتیم، و خدا را شکر میکنم که نصف از این عمر خود من مسیح را خدمت میکنم، و من هیچ ترسی ندارم مثل شما، آری، چون در ما روح مسیح است، روح ترس نیست، روح ترس در ما نیست. خداوند روح ترس از ما دور ساخته، به خاطر از اینکه ما عاقبت نیکی داریم، عاقبت ما در خانه خداوند است. غلام جان، بازم خداوند شما را برکت بده با این کلمات بسیار بسیار تقویت بخشنده. تشکر برادر، خداوند شما را برکت بده. در پایان برنامه تان زحمت بکشینیم شماره من اگر اعلان بکنین، به خاطر از طریق این شماره اگر بتونم خانواده من پیدا بکنن، زنگ بزنن. تشکر، برکت خداوند با شما. لطف کنین شما شماره تان خودتان بگوین، به خاطر از اینکه ما همین لحظه نمیتونیم که بگوییم. ما میتونم همین لحظه بگویم براتون؟ بفرمایین، مردم میشنوه و کسایی که میشنوان این مال میشنوان. این شماره هم هست 2045، کد دانمارک هست 71-63-70-87. این شماره هم هست. هموطنان عزیز، اگر خانواده من در هر جایی هستن، اگر با این شماره تماس بگیرن، من رو میتونن پیدا بکنن.
این شماره من از تشکر، برکت خداوند با همه گیتون باشه. خداوند شما را برکت بده برادر عزیزم، بسیار تشکر از اینکه زنگ زدین. نور آقا جان، خدا را شکر میکنیم. مردم وطندارای عزیز ما هر روز کلام خدا را میشنوند و هر روز ما میبینیم که مردم به عیسی مسیح ایمان میارن و ما با برادرها صحبت میکنیم. افنجان و برادر نور آقا، ما امروز با یک برادر عزیز ما قبل از برنامه صحبت کردم که ایشان در سویدن زندگی میکنن و این ای کلمه ای چند وقت میشه خدمت هم میکنه، خداوند خدمت میکنه بین مردم ها و فکر میکردن که یگانه مسیحی افغان هستن با وجود از این که خدمت هم میکنن و اما خداوند هر روز برای ما مکاشفه میکنه، هر روز مردم تلفن میکنه که ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم، به عیسی مسیح ایمان آوردیم، به عیسی مسیح ایمان آوردیم. خداوند دروازه محبت خود، دروازه نجات خود برای مردم ما واز کرده و همین که شما گفتین کلام زنده خدا را امروز، نور آقا جان شما گفتین و افن جان شما گفتین، کلام زنده خدا را ما بپذیریم، چون کلام خدا در این فصل هایی که شما خواندین، فصل اول انجیل مقدس یوحنا، در این بسیار واضح میکنه، آیت 12 و 13 برای ما این را بسیار واضح میکنه، میگه که چطور ما میتونیم به عیسی مسیح ایمان بیاریم. چی میگه در اینجا؟ میگه که آیتی ده میگه او در دنیا بود، دنیا به وسیله او ساخته شد اما دنیا او را نشناخت، او به قلمرو خود آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند. اما آیت 12، اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، که نماننده تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی و نه در اثر خواهش بشر، بلکه از خدا تولد یافتن. برادر نور آقا، برادر یوسف افن، فقط 2 دقیقه دیگه داریم، لطفاً 1 دقیقه دیگه داریم، لطفاً خاتمه بتین. الو، صدای ما رو میشنوین؟ بله 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 میشنویم. لطف کنین برادر عزیزم، 1 دقیقه داریم، اگر برنامه رو خاتمه بتین خوب میشه. واقعاً وقتی ما فرزندان خدا میشیم، چیزی که عیسی مسیح در کلام خود بر ما ذکر میکنه، ما او را میخوانیم، مطالعه میکنیم و از روح از او میخوایم که ما را قوت و قدرت از این را بتا مطابق کلام خدا عمل کنیم. یعنی تنها ایمان آوردن برای نجات است، ولی برای زندگی روزمره ما باید کلام خدا را بخوانیم و با خدا و باید که اطاعت کنیم از کلام خدا. ایمان و عمل، ایمان و عمل و عمل مطابق کلام خدا است. ببخشید. آمین، آمین. خداوند هر دوی تان برکت بده. عفن جان، خداوند شما را برکت بده و خداوند نور آقا جان برکت بده، نور الله جان هم برکت بده. و این برادر امروز شهادت داد که من از این چیز نمیترسم و خدا را شکر میکنیم، چون خدا برای ما روح ترس نداده، خدا برای ما گفته که برین و کلام خدا را بخش میکنین و خداوند واضح گفته که دایی بسیاری ها کسی شما را در محکمه میکشانن، میکشن و اما شادمان باشین. وطندارای عزیز، بازم خدا را شکر میکنیم برای امروز، برای ما خادمتان هم دعا بکنین که خداوند مرا برکت بده و فیض خداوند عیسی مسیح که تمامی شما باشه. آمین. عزیزم مسیح، تنها دیم توی ای مسیح، تنها دیم توی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها دیم توی ای مسیح، تنها دیم توی